تا حالا براتش اومده که بخواین از موزیکی برای ویدیوهاتون به عنوان زیر صدا استفاده کنین، تایم موزیک کم باشه و ویدیوتون زیاد؟ من میخوام تو این ویدیو بهتون یه قابلیت از قابلیت‌های جدید پریمیر 2022 رو یاد بدم که فقط با زدن یه دونه کلیک میتونین تایم موزیکتون رو به اندازه ویدیوتون یا هر چقدر که دوست دارین افزایش یا کاهش بدین. پس با من تا انتهای این ویدیو همراه باشین. من پوریام و به یه آموزش دیگه از پریمیر خوش اومدید. اگر اولین باره که ویدیوامو نگاه میکنین، اینو بدونین من آموزش پریمیر رو از بیسیک تا پیشرفته به صورت کاملا رایگان توی پیج اینستاگرامم و یوتیوبم قرار میدم. اگر هیچ کدوم رو فالو نداری یا سابسکرایب نکردی، حتما فالو کن، سابسکرایب کن که آموزش‌ها رو از دست ندیم. بریم سراغ آموزش. برای اینکه بخوایم استفاده بکنیم از قابلیت ریمیکس که توی پریمیر 2022 قرار داده شده، کافی از ابزارش که توی تول باکس قرار داده شده استفاده کنیم یا بیایم از اسنشیال سان استفاده کنیم و بتونیم تغییرات رو روی موزیک بک‌گراندمون انجام بدیم. برای روش اول من از ابزار ریمیکس تول استفاده میکنم که میتونیم از قسمت ابزارهای تریم انتخابش کنیم. وقتی که انتخابش میکنیم، میایم انتهای موزیکمون رو که به عنوان بک‌گراند میخوایم استفاده بکنیم سلکت میکنیم، کمی سایزش رو کم و زیاد میکنیم تا متوجه تغییرات بشیم. همونطور که میبینید یه سری خطوط زیگزاگ سفید رنگی روی صدام ایجاد شده. این خطوط دقیقا محل هایی هست که میاد موزیک رو کات میکنه تا برای ما ریمیکس رو اونجا انجام بده و به یه عنوانی اون قسمت ها رو یه سری ترانزیشن قرار میده تا بتونه موزیک رو بیشترش کنه یا کوچیکترش کنه و از لحاظ تایمی برامون اوکی بشه. خب حالا این موزیکی رو که ما روش تغییرات دادیم رو گوش میکنیم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. همونطور که میشنوید خیلی خوب اومده، یه ترانزیشن اینجا قرار داده و اصلا ما متوجه تغییر موزیک نمیشیم. میخوام برای نمونه بیام حالا روی یه دونه موزیکی که کلام داره استفاده کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. با اینکه اینجا ترانزیشن خورده انقدر خوب این کار رو انجام میده که اصلا متوجه نمیشیم وسط کلام کات شده و یه کلام یه بخش دیگه از موزیک رو بهش اضافه کرده. حالا برای روش دوم من میام از اسنشیال ساند استفاده میکنم، به بخش موزیکش وارد میشم، حالا زیر صدام رو انتخاب میکنم. حواستون باشه که گزینه ریمیکس رو انتخاب کرده باشین. حالا من با قسمت دیوریشنش کمی بازی میکنم تا متوجه بشین ببینین چه تغییراتی رو انجام میده. دقیقا همون تغییراتی که با ابزار ریمیکس داشتیم انجام میدادی با این گزینه هم میتونیم انجام بدیم و هیچ فرقی با هم نمیکنه. و اما گزینه‌های دیگه این بخش، اگر استرچ رو بزنیم میبینین که ریتم و تمپوی موزیک تندتر یا کندتر میشه. خب ما میخوایم از ریمیکس استفاده کنیم که این تغییر تمپو اتفاق نیفته و اگر تایم موزیکمون کمه برای ویدیوهامون یا اگر خیلی زیاده بتونیم اندازه تایم ویدیوهامون سایزش کنیم، کمش کنیم یا بیشترش کنیم و تغییری رو کاربر احساس نکنه، پس از ریمیکس استفاده میکنیم. گزینه‌های پایینش رو اگر نگاه کنید، ادیت لنف و فیوچر رو اگر من بزنم، با قسمت ادیت لنف هرچی عدد ادیت لنف هم به سمت لانگ بره یعنی بیشتر بشه، اون تیکه هایی که برای من زیگزاگ اضافه میکنی کمتر میشه و هرچی به قسمت شورت برسه اون تیکه هایی که کات میکنه رو بیشتر میکنه و یه جور دقتش رو بالاتر میبره. اگه قسمت فیوچر رو بزنیم میاد باز تغییراتی رو روی همون کات ها و ترانزیشن ها انجام میده و با حساسیت های متفاوت. بهتره که حتما تستشون کنیم ببینیم چه فرقی میکنن و بهترینش رو برای موزیکمون استفاده کنیم. امیدوارم از این آموزشم لذت برده باشی و تونسته باشی چیزی یاد گرفته باشی. حتما آموزشایی که توی پیجم قرار دادم رو نگاه کن که میتونه لولت رو توی تدوین کردن بالا بیاره و به صورت تکنیکال تمام ابزارهای پریمیر رو یاد بگیری. تا ویدیوهای بعدی منتظرم باشین.